در 15 روز از المپیک 2024 پاریس ورزشکاران ایران امروز در کشتی آزاد، تکواندو و وزنه‌برداری به مصاف رقبای خود رفتند. برای جزئیات بیشتر همکارم علی عمادی از لس آنجلس با ماست. علی، آخرین خبرها از نتایج به دست اومده توسط ورزشکاران ایرانی و حواشی و در چه رشته‌هایی هم بخت کسب مدال دارن رو از تو بشنویم. آریان، یک روز به پایان 33 دوره بازی المپیک تابستانی، آخرین نمایندگان ایران در تکواندو، آریان سلیمی که لحظات پیش فینالیست وزن به اضافه 80 کیلوگرم شد و در وزن برداری علی داوودی امشب روی تخت میره، در کشتی آزاد رحمان عموزاد و امیرعلی آذرپیرا بودن که امروز رقابت خودشون شروع کردن. ابتدا به کشتی برسیم. کشتی آزاد، رحمان عموزاد تونست با شکست حریفانش راهی نیمه نهایی بشه. رحمان عموزاد آزادکار وزن 65 کیلوگرم ایران در المپیک پاریس، کسی که قهرمانی جهان رو در کارنامه‌اش داره. اولی مسابقه‌شو برای در برابر زن ردرفورد، کشتیگیر آمریکایی، قهرمان جهان 8-0 برد، راهی دور بعد شد تو یک چهارم نهایی مقابل اسلام دودایف از آلبانی 11-0. قبل از اینکه وقت قانونی تموم بشه تو 4 دقیقه تموم کرد کارو، به نیمه نهایی صعود کرد. رحمان عموزاد در نیمه نهایی مقابل موساکایف از مجارستان باید بری تو شک بره. اما در آخرین وزن کشتی آزاد در 97 کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا تو نخستین مسابقهش در المپیک پاریس به سخت‌ترین حریفی که امکان داشت بهش بخوره، یعنی مدعی مدال طلا احمد تاجدینوف، کشتیگیر روس تیم بحرین خورد. آذرپیرا در برابر تاجدینوف قهرمان جهان 4-3 باخت و تو ثانیه پایانی حالا تاجدینوف احتمال بسیار به فینال راه پیدا می‌کنه. البته در نیمه نهایی باید با کایل اسنایدر آمریکایی مسابقه، یه بار کایل رو اگه فینالیست بشه تاجدینوف، آذرپیرا خب در رپشارج یا جدول بخت مجدد در گروه بازنده شانس کسب مدال برنز رو داره. اما یه مدال دیگه برای ایران قطعی شده در کشتی و اون هم امیرحسین زاره هست در فینال سنگین وزن کشتی آزاد، که بری تو شک میره امیرحسین زاره آزادکار وزن 125 کیلوگرم ایران 2 طلای جهانی، یه برنز المپیک داره. دیروز طه آکگل حریف عنواندار ترکیه‌اش رو شکست داد و فینالیست شد. امشب در فینالی تکراری مسابقه جهانی بلگراد با پتراشویلی گرجستانی رو میشه. این رو هم بگم که کسی مدال نقره توسط تصور نمی کرد که نقره بگیره حسن یزدانی در فینال 8-6 دیشب و این مدال با واکنش متفاوتی روبرو شده. میدونیم که حسن یزدانی با 29 سال سن و کوله باری از مدال هم افتخار با جهان پهلوان تختی شده، چون با یه طلا دو نقره المپیک او و زنده یا تختی بیشترین مدال های خوش رنگ المپیک رو در کشتی دارن. اما شکست او که از ناحیه کتف دست راستش دچار آسیب دیدگی شده بود و رنج میبرد، در حالی که کمتر از 2 دقیقه تا پایان این کشتی دیشبش هم مقابل رمضانوف میشه گفتش 1-1 بر پیروز شده بود، چون که آخری امتیازی گرفته بود، باعث شد که خودش و فدراسیون، حالا این شکستش باعث شد که مورد انتقاد قرار بگیرن، خودش بیشتر و بعد فدراسیون علیرضا دبیر. ولی به هر حال سومین مدال المپیک، دومین نقره توسط حسن یزدانی، ازش یه چهره کم نظیر ساخته. همونطور که خودش امروز توی استوری توی شبکه اینستاگرام توضیح داده که تصور نمی‌کرده آسیب دیدگی کتفش که عمل جراحی داشته دوباره عود کنه. صحبت‌هایی از این که باید کامران قاسم پور از 97 کیلوگرم میومد جای حسن یزدانی کشتی می‌گرفت، یا فدراسیون نباید یزدانی اصلا می‌برده، واقعیت نداره، چون حسن یزدانی خودش بعد از عمل جراحی کتفش تو مجارستان خودش سهمیه المپیک گرفت، در حالی که هادی وفای پور که در وزن 86 کیلوگرم هست و پارسال یه بار هم حسن یزدانی رو برده بود نتونه سهمیه بگیره. به هر حال حسن یزدانی با یه طلا، دو نقره المپیک، 3 طلا، 3 نقره جهانی، 1 طلای جوانان، 2 طلای قهرمانی آسیا، 2 طلای بازی‌های آسیایی، 3 طلای جام جهانی، 1 نقره نوجوانان، 1 طلای جوانان آسیا، 1 برنز نوجوانان آسیا، در مجموع 20 تا مدال المپیک جهانی آسیایی داره. از مفاخر ورزش ایران، حالا مسائلی چون استقبال از ابراهیم رئیسی، پای پله‌های هواپیما یا نوشتن متن بر تابلوی مرگ قاسم سلیمانی، در آغوش گرفتن در پیش رهبر جمهوری اسلامی، هم قسمتی از برنامه‌های جمهوری اسلامی هستش که بسیار باورن که اون قسمت ها ربطی به خود ورزشکاران نداره. اما امروز در تکواندو نماینده سنگین وزن ایران آریان سلیمی با کسب 2 پیروزی به نیمه نهایی صعود کرد و جالبه که در دقایق پایانی راند دوم امروز مقابل حریف کرواسیش به پیروزی رسید، کار به راند سوم کشید و موفق شد که در به اضافه 80 کیلوگرم مدال خودش رو قطعی بکنه و این یک افتخار هست برای تکواندو. با 4 سهمیه در 4 وزن، هر 4 وزن مدالدار شدن در المپیک پاریس و کسی توقع نمی‌کرد که آریان سلیمی 20 ساله از کرمانشاه بتونه بیاد و همچین در واقع مدال نقره خودش قطعی کنه. به هر حال مهران برخورداری هم دیشب موفق شد بعد از 12 سال بار دیگه تکواندو مردان ایران رو صاحب مدال کنه. خب برخورداری تو وزن منهای 80 کیلوگرم تکواندو
مقابل حریف از تونس باخت، نقره گرفت. ولی این آخرین مدال تکواندوی مردان ایران وقتی نش نگاه می‌کنیم برمیگرده به سال 2012 که محمد باقری معتمد کسب کرد. تو وزنه برداری هم اشاره کنم که علی داوودی امشب در دسته فوق سنگین برای ایران روی تخته میره. میدونیم که میر مصطفی جوادی دیروز در میان وزن به عنوانی نرسید، فکر کنم پنجم شد در نهایت، ولی علی داوودی تو رقابت برای کسب مدال طلا سه حریف سرسخت داره الان در جدول مدالی. اشاره می‌کنم که ایران با دو طلا، چهار نقره که بالاخره یه نقره اضافه داره میشه بهش، یا طلا، دو برنز، یعنی 8 مدال در رده 23 قرار داره. طلای محمد هادی ساروی، سعید اسماعیلی و نقره علیزا محمدی و برنز امین میرزاده تو کشتی فرنگی، نقره حسن یزدانی در آزاد، تا الان نقره ناهید کیانی مهران برخورداری و برنز مبینا نعمت‌زاده در تکواندو آریند. علی تو سالهاست بیش از دو دهه، تقریبا دو دهه داره میشه که تو خبرنگار ورزشی هستی و ورزش رو دقیق دنبال میکنی. این المپیک چه خصوصیتی و چه خصوصیت بارزی داشت نسبت به المپیک های قبلی؟ این المپیک یکی از کمترین تعداد ورزشکاران، درسته که بالای 127 نفر 130 نفر کاروان اعزامی ایران بود، ولی 40 تا فقط ورزشکار داشت، 11 تاش دخترای ایران بودن. این المپیک با در مقایسه با المپیک‌های دیگه کمترین، در حداقل در 25 سال گذشته 24 سال گذشته یکی از کمترین کاروان‌های ایران بود در المپیکا. و جالب اینجاست که بیشترین تعداد دخترا رو هم داشت، 11 تا ورزشکار داشت. یه موضوع دیگه که در این دوره اتفاق افتاد این هستش که کشتی آزاد ایران همیشه مدعی بود و همیشه با 6 وزن حضور داشت، یعنی سهمیه کامل داشت، در این دوره با سهمیه کامل نبود. اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که کشتی فرنگی مثل 2012 خوش دارد، البته 2012 3 تا طلا گرفت فقط ایران از 6 وزن، 3 طلا بود که همچین چیزی تکرار نشد، یعنی اگر میتونست علیرضا محمدی هم طلا بگیره اون افتخار سال 2012 تکرار میشد، ولی علیرضا محمدی نقره گرفت. و ولی از اون طرف پاریس پرمدال‌تر بود برای کشتی فرنگی، چون 4 مدال گرفت، یه برنز امین میرزازاده، یه نقره علیزاده محمدی و 2 طلای محمد هادی ساروی و سعید اسماعیلی. این یک موضوع دیگه هست. برای اولین بار یه کشتیگیر ایرانی مثل جهان پهلوان تختی موفق شد بیاد در 3 دوره. خب میدونیم جهان پهلوان تختی نقره گرفت، طلا گرفت، نقره گرفت، الان این دفعه حسن یزدانی طلا گرفت، 2 نقره پشت سر هم. و این خب یه افتخار تاریخی هستش برای کشتی ایران، به هر حال یکی از پرمدال ترین. یه اتفاق دیگه‌ای که این دفعه با دوره‌های پیشین فرق می‌کنه اینه که تکواندو 4 وزن حضور داره در رقابت‌های المپیک، هر 4 وزنش مدال گرفت و این عجیب غریبه. و به هر حال پیش میاد بعضی وقت مثلا در وزن برداری بسیار متفاوت بود ایران، ایران دو وزن بردار بیشتر نداره، همیشه ایران در وزن برداری مدعی بود، 20 مدال تا الان گرفته در المپیک و در این 15 دوره‌ای که در این 33 دوره 15 دورش ایران حضور داشته. و الان می‌بینیم که بسیار کار سختی داره علی داوودی امشب روی تخت رفتن با قهرمانان جهان بخواد وزنه بزنه. وزنه برداری ایران اصلا خوب نیست. دوره قبل در المپیک توکیو خب فروغی موفق شد در تیراندازی مدال بگیره، در این دوره تیراندازان ایران هیچ به هیچ راهی نرسیدن، به هیچ جایی نرسیدن. و اگه حساب بکنیم با کمترین میزان حمایت از کار کاروان 40 نفره ورزش ایران، با کمترین دیدارهای تدارکاتی یا امکانات ورزشی این تیم اومد، این کاروان اومد. و در همیشه خب ایران در هفته دوم المپیک بهتر هستش به خاطر اینکه کشتی هست، وزنه برداری هست و تکواندو، و این سه ورزش تمام این 80 خورده مدال ایران رو در تاریخ المپیک هایی که از 1948 ایران در لندن وارد المپیک شد تا الان کسب کردن. ولی این دوره کمترین توجه شد به ورزش، کارا کمترین رسیدگی شد، به غیر از کشتی که علیرضا دبیر پول‌های بسیاری رو ورد توی اردو و خانه کشتی رو خیلی پرپیمون به ورزشکارا رسید، به غیر از کشتی در رشته‌های دیگه اصلا اینطور نبود. آریان سپاسگزارم از تو علی امادی. میدونیم که تدابیر شدید امنیتی شاید کم سابقه ای هم در پاریس در حال جریانه برای مراسم اختتامیه فردا.